بینندگان عزیز سلام خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی با آرزو و دعای اینکه فرصتی رو که داریم به قوت روح القدس هدایت خواهد شد، تقدیس خواهد شد و باعث برکت هممون خواهد بود. عنوان مطالعاتمون مسیح در عهد عتیقه و رسیدیم به قسمتی که ما از این جنبه داریم به عهد عتیق نگاه میکنیم تا مسیح رو اونجا ببینیم و این جنبه جنبه سوم هست جنبه اول نبوت ها بود جنبه دوم اون مواردی بود که مسیح در عهد عتیق خودش رو ظاهر کرده در قابلیت های قابل فهم قابل رؤیت ما انسان ها و الان جنبه سمبولیکی رو داریم مطالعه میکنیم یعنی اون سمبل هایی که در عهد عتیق اشاره به مسیح میکنه قبل از اینکه درس امروز رو پیش بریم و موضوع دقیق درس امروز هست شهرهای ملجا یا پناهگاه خیلی دلم میخواد از مزمور 91 شروع کنیم مزمور شماره 91 آنکه در سطر حضرت علا نشسته است زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم این چند آیه رو فکر کنم تا آیه شماره هفت رو من قرائت میکنم از ترجمه دیگه برای شما از ترجمه تفسیری براتون قرائت میکنم آنکه به خدای قادر مطلق پناه میبرد زیر سایه او در امان خواهد بود او به خداوند خواهد گفت تو پناهگاه و خدای من هستی من بر تو توکل دارم خداوند تو را از هر دام خطرناک و بیماری کشنده خواهد رهانید او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد وعده های امین او برای تو چون سلاح و سپر می باشد از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم ترس نخواهی داشت و بایی که در تاریکی میخزد تو را نخواهد ترسانید و تا اونی که در روشنایی کشتار میکند تو را نخواهد حراساند اگر هزار نفر در کنار تو بیفتند و ده هزار نفر در اطراف تو جان بسپارند به تو آسیبی نخواهد رسید خدا ملجا و پناهگاه ما معرفی شده در عهد عتیق جایی که میشه درش خودمون رو پنهان کنیم در عهد عتیق ما میدونیم که صخره جایی بود که شکافت و خدا موسا رو در شکاف صخره پنهان کرد تا وقتی که خدا عبور می کرد گوشه از جلال خدا رو ببینه و آن صخره که موسا در شکافش قرار گرفت مسیحی که بر روی صلیب زده شده و اگر ما در مسیح باشیم جلال پدر را خواهیم دید پس اینکه ما در او باشیم در او پناه بگیریم یک موضوع بسیار مهم کتاب مقدسی هست که دل ما را گرم میکنه و زبانی تمثیلی هست از واقعیتی که در زندگی ما رخ میده ما خودمون رو میسپاریم به دست مسیح ما خودمون رو میسپاریم به آغوش او ما میخواهیم زیر سایه او پناه ببریم ما میخواهیم او ما را در بر بگیره و کافی او ما را در بر بگیره ما زندگیمون در امن خواهد بود لطفا با هم مراجعه کنیم به عهد عتیق کتاب اعداد باب سی و پنج آیات ده الا 15 خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل رو خطاب کرده به ایشان بگو چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید در آینده آنگاه شهرها برای خود تعیین کنید تا شهرهای ملجا برای شما باشد تا هر قاتلی که شخصی را سهون کشته باشد به با آنجا فرار کند و این شهرها برای شما به جهت ملجا از ولی مقتول خواهد بود تا قاتل پیش از آن که به حضور جماعت برای داوری به استاد نمیرد و از شهرهایی که میدهید شش شهر ملجا برای شما باشد سه شهر از آن طرف اردن بدهید و سه شهر در زمین کنعان بدهید تا شهرهای ملجا باشد به جهت اسرائیل و قریب و کسی که در میان شما وطن گزیند این شش شهر برای ملجا باشد تا هر که شخصی را سهون کشته باشد به با آنجا فرار کند فعلا وارد سرزمین کنعان نشدن چون موسی داره صحبت میکنه ما میدونیم موسا وارد سرزمین کنعان نشد و موسی میگه وقتی که وارد شدید موسا ایمان داره اونها وارد خواهند شد حالا وقتی که وارد شدید فراموش نکنید شما احتیاج دارید سه شهر این طرف اردن سه شهر اون طرف اردن که در زمین کنعان به حساب میاد جمعا شش شهر انتخاب کنید اسمشون رو بگذارید شهرهای ملجا پناهگاه تا اگر کسی صحوان باعث مرگ کس دیگه ای شده قبل از اینکه ولی مقتول دستش بهش برسه بتونه با تمام قوت فرار کنه اگر بتونه رو برسونه داخل اون شهر را از دست ولی مقتول در امن و امانه چرا؟ احتحتیر گفته بود چشم به عوض چشم دندان به عوض دندان اگر کسی باعث قتل کسی میشه خونش باید رخته بشه و این حق داده شده بود به ولی مقتول ولی کسی که به قتل رسیده اگر تو نوعی باعث مرگ پسر من شدی مطابق شریعت من این حق رو دارم خون تو رو بریزم در عهد عتیق و میگه ولی ممکنه این قتل سهون بوده باشه یعنی قتل عمدی نیست غیر عمده اگر کسی مرتکب قتل غیر عمده شد براش راه چاره ای هست که در حضور مشایخ بیسته قبل از اینکه دست ولی مقتول بهش برسه پس اگر کسی این جریان براش رخ داد روی به طور مثال روی دیواری داره کار میکنه خشت داره میگذاره آهن اونجا هست گل اونجا هست آجر هست سنگ هست از اون بالا دستش خورد یه سنگ افتاد یه بیچاره اون پایین روی سرش و مرد قتل غیر عمده قاتل کسی که قاتل محسوب میشه دیگه نباید به چی فکر کنه جز یکی از شش شهر ملجا و بایستی اطلاعات دقیقی داشته باشه نزدیکترینشون کدومه و باید با قوت تمام بدوه وقتی که وارد شهر شد داستان خودش رو به مشایخ اون شهر بگه و بایستی اونجا ساکن بشه ولی مقتول حق نداره به جهت کشتن قاتل که مرتکب قتل غیر عمد شده وارد شهرهای ملجا بشه اما تا کی باید اونجا بمونه اون شخص که مرتکب قتل غیر عمد شده تا کی باید اونجا بمونه تا زمانی که رئیس کهنه وقت بمیره زمانی که رئیس کهنه وقت مرد قاتلی که مرتکب قتل غیر عمد شده بود از درون شهر ملجا آزاد میشه و ولی مقتول دیگه نمیتونه دستش رو روش دراز کنه چرا کاهن اعظم وقت مرده اینها سایه هایی است سمبل هایی است از عیسی مسیح خداوند اگر در کتاب مزامیر ما میخونیم مزمور 91 که او ملجای منه این عیسی مسیح خداونده که شهر ملجا میشه برای جان گناهکار برای کسی که اگر دست ولی مقتول بهش برسه خونش رو خواهد ریخت این قسمت که برای شما قرارت کردم از اعداد باب سی و پنج گفتم فعلا وارد سرزمین کنعان نشدن دست عمل بود اما وقتی وارد سرزمین کنعان شدن در یوشع باب 20 این رو عمل کردند خداوند یوشع را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو شهرهای ملجایی را که درباره آنها به واسطه موسی به شما سخن گفتم برای خود معین سازید تا قاتلی که کسی را صحون و ندانسته کشته باشد با آنها فرار کند و آنها برای شما از ولی مقتول ملجا پناهگاه جای امن باشد و او به یکی از این شهرها فرار کرده به مدخل دروازه شهر ایستاده به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند و ایشان او را نزد خود به شهر درآورده مکانی به او بدهند تا با ایشان ساکن شود و اگر ولی مقتول او را تعاقب کند قاتل را به دست او نسپارند زیرا که همسایه خود را از نادانستگی کشته و او را پیش از آن دشمن نداشته بود و در آن شهر تا وقتی که به جهت محاکمه به حضور جماعت حاضر شود و تا وفات رئیس کهنه که در آن ایام می باشد توقف نماید و بعد از آن قاتل برگشته به شهر و به خانه خود یعنی به شهری که از آن فرار کرده بود داخل شود تا اینجا دستورالعمل بود الان میگه شهرها رو کجا بگذارید اسم به اسم و آنچه که خیلی جالبه معانی ابری هر یک از این شهره هر یک از این شش شهر آیه شماره هفت پس قادش را اولین شهر قادش است پس قادش را در جلیل در کوهستان نفتالی شکیم را شهر دوم شکیم در کوهستان افرایم و قریه اربع را که حبرون باشد در کوهستان یهودا تقدیس نمودند و از آن طرف اردن به طرف مشرق قریه ها باسر را در صحرا در بیابان از سبت راوبین راموت را در جلعات از سبت جاد و جولان را در باشان از سبت منسی تعین نمودند اینهاست شهرهایی که برای تمامی بنی اسرائیل و برای قریبی که در میان ایشان معوا گزیند معین شده بود تا هر که کسی را سهواً کشته باشد با آنجا فرار کند و به دست ولی مقتول کشته نشود تا وقتی که به حضور جماعت حاضر شود در اعداد باب 35 دستور عمل داده شد در یوشع باب 20 خدا مجدداً تکرار میکنه و اونها عمل میکنن منظور از ساختن این شهرها چی بود تا پناهگاه باشد از عواقب گناه تا یادآور گناه قوم بنی اسرائیل به بنی اسرائیل باشه چون برای چی شما لازم شهر ملجا داشته باشید اگر گناهی صورت نگرفته شش شهر در تمام سرزمین اسرائیل یادآور گناه اسرائیل بود که شما هم به گناه میفتید برای گناه شما چاره ای هست و چاره شهر ملجا هست خدا اونو فراهم کرد شهرهای ملجا ایده نقشه و یک آرزوی انسانی نبود که دو نفر بشینن با هم فکر کنن بگن اه آها ما این کار رو باید بکنیم خدا اونها رو فراهم کرد خدا این شهرهای ملجا را معین کرد خدا این پناهگاه رو فراهم کرد برای این گناهکارانی که اونها رو در خودش جا بدم نقشه نجات نقشه است که از جانب بالا می آید نه از جانب انسان خدا اول ما را محبت نمود نه ما او را نجات از خداست به فیض مهیا شده بودند چون احتحتی گفت چشم به عوض چشم دندان به عوض دندان ولی مقتول این حق رو داشت که خون قاتل رو بریزه اما فیض داره بخشیده میشه برای او که مرتکب یک قتلی شده خونی ریخته شده اما چون صحوان بوده فیض براش قائل میشه و این شهرها به فیض مهیا شده و در درون این شهرها آنچنان قدرتی خدا داد تا آن شخص خاطی در امن و امنیت بمونه تا وقتی که داخل این شهره این شهرها این اقتدار و قدرت رو داشتن تا اون شخص نجات پیدا کنه از ولی مقتولی که در پی اونهاست شخص قاتل رو محفوظ نگاه داره از دست ولی مقتول و این شهرها بسنده و کافی بود برای همه اونهایی که مرتکب این گناه شدن و الان باید فرار کنن دنبال جایی باشن شش شهر سه این طرف اردن سه اون طرف اردن در اختیار همه بود قابل دسترسی بود برای همه حتی قریبانی که اونجا زندگی میکردن مطالعات شهرهای ملجا نشون میده که تمام اون جاده هایی که به شهرهای ملجا ختم شد اسرائیلیان اونا رو خیلی خوب هموار میکردند. سنکاش رو بر می داشتن حتی بعضی از مفسرین در کتاب تفسیرشون می نویسن که شروع کردن به گذاشتن علامت و نشانه و تابلو اینور اونور که جهت رو نشون بدن با فلشی که میکشیدن کشیدن شهر ملجا اونور شهر ملجا اینور که زمانی که اون شخصی که قاتل محسوب میشه. و میدونه اگر پاش برسه به شهر ملجا نجات پیدا کرده دیگه در فکری نباشه که دنبالش بگرده راحت ببینه در فکر این نباشه که مواظب باشه پاش به سنگی نخوره بلکه جاده صاف شده که بتونه بره یهودی ها بنی اسرائیل تمام جاده هایی که منتهی میشد به شهرهای ملجا رو آنچنان هموار کردند که با سرعت تمام تمامی اون قاتلان بتونن خودشونو به نزدیکترین شهر ملجا برسونن اسامی این شهرها قادش قادش در عبری یعنی عدالت مسیح عدالت ما شد دوم قرنتیان 5 21 برای شما این آیه رو از رساله پولس رسول به قرنتیان میخونم دوم قرنتیان 5 21 زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم او عدالت ماست ما در وی عدالت خدا شویم عدالت برای کی مهمه برای ناپاکان برای اونایی که عادل نیستند برای اونایی که راست نیستند مسیح آن شهر ملجایی است تحت اسم قادش برای ناپاکان عدالت محسوب میشه شهر دوم شکیم اسم داره شکیم یعنی شانه دوش شهرهای ملجا قلعه است پناهگاهی است برای گمشدگان در بیابان به مثال لوقا باب پانزدهم آیه سه الی هفت زمانی که شبان گوسفند گم خودش رو پیدا میکنه اون گوسفند رو گم در بیابان رو بر دوش خود میگذاره و برمیگردونه به آقل عیسی مسیح خداوند آن شهر ملجایی است که اگر اسمش شکیم ما را بر دوش خود برمیداره و پناه میده پس اگر شهرهای ملجا قلعه است برای ناپاکان، گنهکاران، ناعادلان، قلعه است برای گمشدگان در بیابان. شهر سوم حبرون نام داره. حبرون در معنی ابریش یعنی مشارکت. اول یوحنا یک نو اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. شراکت برای کی مطرحه؟ برای اونهایی که تنهان برای اونهایی که قریبن برای اونهایی که کسی رو ندارن برای اونهایی که اسیرن گوشه زندانن شهرهای ملجا سمبولیس از ایسای مسیح آن قلعه برای ناپاکان و گناهکاران آن قلعه برای آن گمشدگان در بیابان و آن قلعه که مشارکت ایجاد میکنه بین خودش و این شخص گناهکار تنها شهر چهارم با سر که با سات نوشته میشه به معنی دژ قلعه بله برای آنانی که در ناامیدی سرگردانند عیسی مسیح آن شهر ملجایی است که اونها رو در خودش جای میده تا در او امید حیات و وجود داشته باشند راموت یعنی بلندی ها افساسیان باب دو آیه شش صحبت از بلندی ها میکنه راموت یعنی بلندی ها این پنجمین شهر ملجا هست عیسی مسیح خداوند قلعه است برای پسترین گناهکاران تا اونها با مسیح برخیزانیده بشن در جایهای آسمانی در مسیح نشانیده شوند و فقط در شهر ملجا این ممکن هست برای آنانی که پسترین هستند پولو صحبت از این میکنه که وقتی خدا برمیگزینه آنانی را که هیچ هستند برمیگزینه آنانی را که جاهل هستند برمیگزینه آنانی را که نادان هستند برمیگزینه برای چی تا آنچه را که نیستند بشوند اونها را تبدیل کنه تبدیلی معجزه آسا تبدیلی دیگر اما شهر ششم جولان جولان در معنی ابریش یعنی شادی اول پتروس باب یک آیه هشت میگه اگرچه او را نمیبینید بلکه در او شادی میکنید سرور میکنید مسیح این شهر ملجا برای تمامی افسردگان منبع و مأخذ شادی شادی آسمانیه ایسای مسیح فرمود شادی خودم رو به شما میدم سلامتی خودم رو به شما میدم نه آن که جهان میده این شهرهای ملجا شهرهایی که قابل دسترسی بود برای اسرائیلیانی که به گناه می افتادن سمبولیست از مسیح خداوند آن عدالت ما آن شبانی که ما رو بر دوش خودش برمیداره آن شخصی که ما رو وارد مشارکت با پدر آسمانی میکنه آن شخصی که ما رو در بر میگیره تا اگرچه در ناامیدی ها هستیم در او حیاتی جدید امیدی جدید داشته باشیم او ما را آنجایی که هست میبره وقتی که عیسی مسیح در باب 17 انجیل یوحنا دعا کرد گفت ای پدر دعا میکنم اونهایی رو که به من دادی جایی باشن که من هستم در انجیل یوحنا باب 14 گفت به خدا ایمان آرید به من ایمان آرید من میرم برای شما منزل تهیه میکنم و اگر برم که میرم و میکنم این کارو باز خواهم گشت تا شما رو برداشته ببرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید کار عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان این شهرهای ملجا اینه که ما رو از اون موقعیت پست و بدی که هستیم از اون حلاکتی که هستیم در بیاره در آقوش بگیره بلند بکنه جلال بده و شادی خودش رو در قلبهای ما جاری بکنه چه تصویر زیبایی از مسیح خداوند در عهد شهرهای ملجا شهرهایی که خدا معین کرد نقشهی که خدا داد فیزی که در این شهرها بود و در انتها این شخص از اینجا آزاد میشه تا برگرده در زندگی خودش توی خونه خودش با زن و بچه خودش زندگی کنه وقتی که چه وقت؟ رئیس کهنه وقت بمیره رئیس کهنه وقت کیه برای ما؟ مسیح خداونده نه فقط در او در این شهرهای ملجا ما جای میگیریم و نجات داریم یعنی در مسیح خداوند روزی نیز به واسطه همان مرگ آن رئیس کهنه عظیم عیسی خداوند روزی نیز ما آزادانه از این جسد خاکی آزاد میشیم و در جلال آسمانی او شریک میشیم تا تمام ابدیت را با او در کنار او و به پای او سپری کنیم ای عزیز شما بیرونید یا فرار کردی خودتو رسوندی به شهر ملجا شما در بی ایمانی هستید یا در عیسی مسیح جا گرفتی او قلعه است برای تو مزمور شماره 91 رو مجددا بخونید با دعا بخونید و بگید ای خداوند امروز میخوام من گناهکاری باشم که وارد این شهر ملجا بشم و تو ملجا و پناهگاه من بشید فیض ایسای مسیح خداوند با همه شما عزیزان باشد و بماند از حال تا عبدالعباد آمین